آقای اول بفرمایید که خودتون خود شما چه ارزیابی دارید از این توافق؟ شرکت داشتید، خستم هستید، در مذاکرات بودید؟ میکنم که امروز یک گام بزرگی، یک گام تاریخی برداشته شده، همونطور که پرزیدنت اوباما در سخنانیش گفتن که چیز با این رویکرد تعامل سازنده و با همون احترام متقابل با قصد پیش برد منافع همه کشورها و همه طرفین ما وارد این مذاکرات شدیم یک سال خورده پیش و به این نقطه رسیدیم که امروز بر سر محورهای اصلی یک توافق جامع به توافق رسیدیم و کار خیلی سختی بود، نه تنها این دور از مذاکرات بلکه همه این روش ها تا این سال خورده پیش با نوسانات زیاد، ولی خوشحالم که این گام برداشته شده و الان امکان نگارش متن توافق جامع و زمینه های مربوطه به دست آوردیم. آقای آلنیر، آیا این تفاهم میتونه قبل از ماه جوان؟ بله این تفاهم، حالا بعد از ماه جوان فرض رو بر این بگیریم، پیش فرض که این هم هموار بشه، توافق جامعه هسته‌ای هم ایجاد بشه، این تفاهم میتونه گام اول عادی سازی روابط نچندان خوب بین آمریکا و ایران تلقی بشه؟ من نمیدونم، خود بزرگه، ولی نباید فراموش کنیم که این کارو نکردیم برای بهبود روابط دو جانبه، ما این کارو کردیم برای رفع نگرانی های جامعه بین المللی در مورد برنامه هسته ایران بود، یعنی این علت اصلی این کار بود، نه تنها برای بهبود روابط بلکه تمام دنیا که سخت نگران بود در مورد برنامه هسته ایران، پس با این از طریق دیپلماسی با این روش های مسالمت آمیز به این مسئله، به این مذاکرات پرداختیم تا به این تفاهم برسیم امروز که انشاءالله در آینده قبل از آخر ماه جوان منجر به توافق جامع شود که همه طرفین تعهدات خود را در چارچوب اون چیزها را اجرا کنند. ولی در مورد بهبود روابط نمیدونیم، یعنی آنچه برای من قابل ملاحظه بود این تعامل تمام طرفین، هیئت مذاکره کننده آمریکا و جمهوری اسلامی ایران، با جدیت تمام، با احترام متقابل، با حسنیت به این نقطه رسیدیم و اختلافات عمده بعضی ها هنوز سر جای خودشون مانده است که باید به اونها بپردازیم در آینده. بله. و خارج از موضوع هسته‌ای اختلاف شدیدی داریم، زیادی داریم با ایران در مورد رولشون در منطقه و در مورد وضعیت حقوق بشر، ولی به خودی خود همونطور که عرض کردم امروز یک گام بزرگی و مهمی برداشته شده. آقای آلنر، میدونم خیلی خسته هستید، اونجا هم بارون میاد، هوا مناسب نیست چندان، اگر ممکن هست به این پرسش هم پاسخ بدید. این توافقی که شما گفتید تاریخیه، پرزیدنت اوباما و جان کری وزیر خارجه هم از اون به شدت دفاع کردن، تا چه حد میتونه رضایت بخش باشه برای اکثریت جمهوری خواه کنگره آمریکا فکر میکنید؟ یعنی نقطه قوی چنین توافق مزایا و مقبولیت یک توافق، هر توافقی که دارای شرایط مهم باشد برای رفع نگرانی های جامعه بین المللی، و خوب هم پرزیدنت اوباما هم سکرتری کری توضیح دادند، شمردند منفعت و مزایای و نقطه قوی تفاهم امروز، این کارو کردند در اظهاراتشون امروز. پس هر به نظر من هر توافق جامعه اگر به اون نقطه برسیم که شامل این ابعاد باشد 100% قابل دفاع است. بسیار سپاسگزارم از توضیحات شما. آلن ایر، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا برای پارسی زبانان، مستقیم از لوزان سوئیس، محل مذاکرات.